سلام. چند وقت پیش تصویری توی رسانه ها منتشر شد که ادعا شد تصویری از ذرات یا فوتون های در هم تنیده است که شبیه این نشان یین یانگ معروفه. تو این ویدیو در مورد این موضوع میخوام صحبت کنم و توضیح بدم که چرا این تصویر اصلا اون چیزی که همه فکر میکنن نیست. در هم تنیدگی کوانتومی پدیده‌ایه که در اون ذرات با هم یه نوع ارتباطی پیدا می‌کنن که ویژگی‌های یک ذره روی ویژگی‌های یک ذره دیگه تأثیر می‌ذاره. مثلا اگه یه ویژگی فرضی مثل جهت برای ذره در نظر بگیریم، دو ذره در هم تنیده همیشه جهتاشون مخالف همه و هر وقت جهت یکی رو مشاهده کنیم میتونیم مطمئن بشیم که اون یکی چه جهتی داره. خب این به تنهایی چیز عجیبی نیست. یه جفت دمپایی هم این ویژگی رو دارن. مثلا اگه یه دمپایی رو ببینید که مار پای راسته، بدون دیدن اون یکی دمپایی مطمئنید که اون یکی مار پای چپه. ماجرا وقتی عجیب و جالب میشه که قضیه برهمنهی و فروزش تابع موج هم بهش اضافه کنیم. توی کوانتوم میگن که تا وقتی که یه ذره رو مشاهده نکردید، حالت و وضعیتش مشخص نیست و میتونه همه حالات رو همزمان داشته باشه و به محضی که مشاهدهش میکنیم، یه حالت مشخص رو به خودش میگیره. حالا اگه دو تا ذره در هم تنیده داشته باشیم که هنوز مشاهدهشون نکردیم، هیچ کدوم وضعیت مشخصی ندارن و توی حالت برهمنهی از همه حالت‌ها هستن. حالا اگه بیام یکی از این ذرات رو مشاهده کنیم، یعنی باعث فروریزش تابع موجش بشیم به اصطلاح علمی که تو این ویدیو توضیح دادم، خب وضعیت یکی مشخص میشه. همزمان با این مشاهده و فروریزش تابع موج، اون ذره در هم تنیده دیگه هر جای دنیا که میخواد باشه، میخواد اون سر دنیا باشه، اون هم یه وضعیت مشخص به خودش میگیره که ارتباطی با وضعیت ذره اول داره. یعنی با مشاهده و مشخص شدن وضعیت یکی از ذرات در هم تنیده، اون یکی ذره هم حتی اگه اون سر دنیا باشه، بلافاصله وضعیتش مشخص میشه. انگار یک ارتباط آنی بین اون دوتا وجود داره. به این میگن در هم تنیدگی کوانتومی که توی چند تا ویدیو قبلا در موردش صحبت کردم. فوتون ها به عنوان ذرات نور میتونن در هم تنیده بشن و این فوتون های در هم تنیده کاربردهای خیلی جالبی دارن. یکی از اون کاربردها تصویربرداری از اجسام خیلی ریزه. جدا از بحث این فوتون های در هم تنیده، یه روش تصویربرداری داریم به اسم هولوگرافی دیجیتال. تو این روش یه پرتو نور، یعنی یه جریان از فوتون ها رو به سمت جسم مورد نظر میفرستن و بعد بازتاب اون رو با پرتوهایی که مشابه پرتوهای اولی بوده تداخل میدن و در اثر طرح تداخلی اونها تصویری از پستی بلندی های جسم تشکیل میشه. این در واقع اصول ساخت هولوگرامه که توی ویدیوی دیگه توضیحش میدم. توی روش مشابه این به اسم شبه‌نگاری، میان از فوتون‌های در هم تنیده برای این کار استفاده میکنن. توی این روش میان نور لیزر رو از یک کریستال مخصوص عبور میدن که انرژی اون نور رو میگیره و فوتون‌های در هم تنیده ایجاد میکنه. بعد این فوتون‌ها رو از یک نیم آینه عبور میدن که فوتون‌ها رو به دو دسته تقسیم میکنه. یکی از این دسته‌ها بدون مانعی فقط از طریق آینه‌هایی که در زمان رسیدن اون تأخیر ایجاد میکنن به یک دوربین مخصوص میرسه. دسته پرتوی دوم به سمت جسمی که میخوایم تصویر برداری کنیم پرتاب میشه. اگه اون فوتون به چیزی نخوره و مستقیم به حسگر تک فوتون پشتش بخوره، این اطلاعات با اطلاعات دوربین مسیر اول ترکیب میشه و یک نقطه در محل برخورد فوتون اول ثبت میشه. اگه فوتون دوم به جسمی بخوره و در هم تنیدگیش از بین بره، دوربین اول چیزی رو ثبت نمیکنه. بنابراین فوتون‌های مسیر اول بدون اینکه اصلاً به سمت جسم رفته باشن و با جسم برخورد کرده باشن، تصویر اون رو شکل میدن. این روش مدتیه که ابداع شده و در حال پیشرفته و آینده روشنی رو برای تصویربرداری از چیزهایی که تا به حال نمیتونستیم تصویرشون رو ثبت کنیم نوید میده. ولی یکی از ایرادات این روش این بود که خیلی زمان زیادی برای ثبت تصویر نیاز بود. یعنی این پرتاب و ثبت فوتون‌ها باید خیلی با دقت بالایی انجام بشه و مدت خیلی زیادی باید اون اطلاعات حسگرها تحلیل بشه تا نویزها و خطاهای احتمالی گرفته بشه و تصویر نهایی شکل بگیره. بعضی وقتا این زمان به چند روز و حتی هفته میرسه. خبری که مربوط به این ماجرای یین یانگ میشه مال مقاله‌ایه که توش ادعا شده بود یک روش جدیدی برای این شبه‌نگاری ابداع کردن که زمان اون رو به چند دقیقه و حتی ثانیه کاهش میده. تو روش‌های قدیمی این شبه‌نگاری یکی از ویژگی‌های کوانتومی فوتون‌های در هم تنیده رو اندازه‌گیری می‌کردن. حالا تو این روش جدید اومدن راهی پیدا کردن که چند ویژگی مختلف رو همزمان بتونن با هم اندازه‌گیری کنن، مثلا قطبش و تکانه و حتی مکان فوتون. بعد اومدن توی مقاله‌شون نمونه‌های از تصاویری که با این روش جدید گرفتن رو هم آوردن که از قضا یکی از اونها همین علامت یین یانگ بوده. یعنی یکی از محققین این پروژه تصمیم گرفته که به عنوان نمونه از یک علامت یین یانگ تصویربرداری کنه با این روش. یعنی در واقع این تصویری که شکل گرفته یک تصویر از علامت یین یانگیه که از قبل چاپ شده بوده و تو این دستگاه گذاشتن تا ازش دوباره با این روش عکس بگیرن. یعنی به هیچ وجه این تصویر یک تصویر از فوتون‌های در هم تنیده نیست.
صرفا یک تصویریه که با کمک فوتون‌های در هم تنیده از یک علامت گرفته شده. من نمیدونم محققین این پروژه چه هدفی از انتخاب این سوژه برای عکاسی توی این مقالهشون داشتن، ولی تقریبا تمام خبرهایی که از این دستاورد منتشر شد به اشتباه این تصویر رو تصویری از فوتون‌های در هم تنیده دونستن و بعد از وایرال شدن این خبر تحلیل‌های عجیب و غریب زیادی در موردش منتشر شد، با این مضمون که این مفهوم یین یانگ در ذات کیهان و ذرات حک شده و حالا دانشمندا بهش رسیدن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تونسته باشم ابهامات مربوط به این خبر رو برطرف کرده باشم. از اینکه این ویدیو رو یه ذره دیر ساختم هم عذر میخوام، چون درگیر ماجرای جوایز نوبل و اینها بودم و نتونستم زودتر این ویدیو رو بسازم. اگه بازم از این جور خبرها دارید که در صحت و سقم شک دارید و میخواید ماجرای واقعیش رو بدونید، برای من بفرستید تا اونها رو تحلیل کنم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.